سلام به یه ویدیو دیگه، خیلی خیلی خوش اومدید بچه ها. توی این ویدیو قراره که گرند چلنج رو از وین اول با همدیگه داشته باشیم، با این ترکیبی که بچه ها بدون هیچ شکی در حال حاضر میتونم بگم تنها راه نجات پکا همینه. البته قبل اینکه من ترکیب خودم رو توی این سیزن در واقع تست بکنم، بچه ها قراره که یه ویدیو فوق خفن استثنایی دیدنی جذاب داشته باشیم. تا اینجا همراه من باشید، بریم بچه اول رو با همدیگه استارت بزنیم. Let's go. خب برابکس بطل اول رو داریم. بچه ترکیه بریجیس هم همه تون فکر کنم بدونید دیگه، از رو پول باید تمام کارتا رو اسپم بکنی. یعنی من فعلا بنتی از سم این دازم چون زمانش نبود این کار انجام بدیم. و بچه ترکیبی که در حال حاضر دارم باش بازی میکنم نسخه مینیونش هست که به نظرم بهتره. حتی خود سیما هم بتلای آخرش رو با مینیون زد. اگه دیده باشید ویدیو ریاکت من رو، آخرین بتل هاشو داشت با مینیون میزد که خب نسخه خیلی بهتریه. بتل رام زب دم دستمون. سری ایویز بندی تو یه جوری میزنیم که حتی به تابر هم نرسه. اوکی اینجا سوتی داد. بچه من میخوام پکار رو پلی بدم چون اکسیر زیادی خرج کرد. حتی مینیون ببینید این مینیون فقط چیکار بکنه. البته که حداقل دو ضربه پکا اخ نشد دو ضربه. خب ما بتل رام رو میزنیم دیگه، میدونیم که تابرش خیلی راحت قراره گرفته بشه و نباید از فرصت اون استفاده نکنیم و ببینیم چی میشه داستان. بچه چند تا به سافایو خیلی خفن قراره ببینیم توی روزهای آینده. یکیش با راکان لاواه، یکیش هم با احتمالاً علی کیلره، یکیش هم که 100% با سیموه. با همین ترکیب بچه بهش گفتم که با ترکیب خودش، یعنی همین ترکیبی که دارم باش در واقع باش گرند چلنج تکمیل میکنم بازی بکنه. منم با ترکیب اصلیم چه شود بچه ها. حداقل اگه مثلا ببخشید در نظر بگیریم 5 تا بتل خواهیم مثلا میخوایم بزنیم، مثلا 2-2 بشیم، هر 5 تا بتل رو قرار با ترکیب خودمون بزنیم. خب این به نظرم خیلی جذاب تره تا اینکه بخوایم بیایم فقط از ترکیبای جهانی استفاده بکنیم. به نظرم همه منتظر اینن که با ترکیبای اصلیشون بازی کنن در برابر چه راکان چه سیمو. بچه من به راکان گفتم با ترکیب اصلی بازی نکن چون اگه با ترکیب اصلی میخوام بازی بکنم فکر نکنم شانس زیادی داشته باشم دیگه، ترکیبش لاواه دهن اون سرویس میشه. ولی اگه نظرتون اینه که من این کارو انجام بدم با ترکیب اصلی حتما بهم بگید، حالا نمیدونم بخواید یا نه. شروع بکنیم بچه، شروع بکنیم، برو بریم. Let's go. نایت اِوولوشن داریم البته، فعلا بعد دوتا سایکل بشه و بعد دم دستمون بیاد. ایویز پکا گرفت رو تابر. ایول قطعاً فایربال. اخ 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 جاینت دهنم رو سرویس میکنه.
Yes, yes. ترکیبش سخته بچه ها. تقریبا جورج لویس ترکیبش. میگیره میگیره به تاور همینه. چه صدامون گرفته حالا نمیدونم قضیه چیه. پشمام بچه ها داشتیم بگاه میرفتیم ولی خوب تونستم جمع بکنم. واقعا تا مرز بگاهی رفتیم. بچه ها بریم داشته باشیم بتل سوم رو. امیدوارم یه بچه ها خوب بهمون بیفته. Let's go بندیت. Yes! فکر نمی کنم به تاور بگیره. ببینیم این یکی میگیره یا نه. خوبه که نسخش نسخه اینفرنو نیست واقعا. خب دو ضربه خرید برای خودش با این حرکت. یه ضربه خوبه. بریم تو کار پکامون. ها خوبه. حرکت عالی بود. الان کاملا دو طرفه کردیم حریف رو. آها همینه. یس لیتس گو. واقعا بچه اگه یاد بگیرید این ترکیبه یکی از آسون ترین ترکیبه هایی میشه که تا حالا به عمرتون در واقع دیدید. اینو به جرات دارم بهتون میگم یکی از واقعا هم ترکیبه خوبیه هم اسکیل زیادی اونچنان نمیخواد که مثلا فکر بکنید که آی باید خیلی یاد بگیرم و اینا. نه اینجور اینطوری نیست. Let's go let's go. آجی واقعا خیلی ترکیب خوبیه. حالا نظرتون رو حتما بگید بچه ها در مقابل راکان چیکار بکنیم. با ترکیب اصلیون بزنیم یا یا بالاخره ترکیبی که شانسون بیشتر باشه چون لوا پلیر دیگه. بچه ها اگرش بگم با تمام ترکیب های لوا بیا
به هر حال کم میاره ترکیبم، حالا هر چقدرم خوب بازی بکنم زیاد فرقی نمیکنه. ولی خب جلوی سیمو بهش گفتم فقط با ترکیب اصلیت بیا، چون جفتمون پیکاپ پلیریم و مشابه تقریبا یکسانه 50-50. حالا الان فکر کنم به جلوی سیمو بخواد پویزن بیاره دن سرویس، میدونم پویزن میاره دیگه، از همین برای روشن پویزن میخواد بیاره. دوباره لاک بیت، او مای گاد، برو دیگه رد شو. آخه برای چی این کارو کردی؟ اون مینیون. خب بچه همونطور که مشاهده کردید به آسون ترین شکل ممکن حریف نابود شد. بچه ها گوشی این 5% بوده، شکل دارم این اوتوماتیک ویدیو رو قطع کرد، یعنی مچاپی که ما زدیم دقیقا یه همچین چیزی بودش که سیج زدیمش. بریم که ادامه بازی ها رو با همدیگه داشته باشیم. Let's go. ایوان یه فریوین، یه فریوین تو گرند چالش، وین پنجم گرند چالش یه فریوین گرفتیم. عالی عالی، فوق العاده. دمت گرم داداش. پنج وینه و اول بچه ها به آسون ترین شکل ممکن با این ترکیب تونستیم به دست بیاریم. بریم هفت وینه باقی مونده رو بدون باخت، امیدوارم بدون باخت بتونیم تکمیل بکنیم و این گرند چالنج فوق العاده جذاب رو به انتها برسونیم. بچه ها گرند چالنج بعدی شما بگید با چه ترکیب بزنم با بهترین، یکیش که با بهترین ترکیب حال حاضری که داشتید، یعنی ترکیب ووتاپه، با اون میخوام گرند چالنج تکمیل بکنم. اون یکی هم شما بگید، حالا اونو شاید پس فردا براتون گذاشتم با ووتاپ، با ترکیب ووتاپ که دیروز بهتون معرفی کردم، با اون احتمالاً یه گرند چالنج بتونم تکمیل بکنم. حالا چه میدونم هوک سایکل که نمیتونم، ولی ترکیبای دیگه بجز هوک سایکل واقعا هر چی باشه میتونم براتون گرند چالنج تکمیل بکنم. چون هوک سایکل بچه‌ها تا الان من زیاد باهاش بازی نکردم حقیقتاً، شاید مجموع جمع بکنی 30 تا بتل هم نزدم از این 250000 بتلی که تا الان زدم. کم کمش دارم بهتون میگم ها، کم کمش 250000 تا بتل زدم، کم کمش شاید 30 تا بتل با هوک سایکل زده باشم. زیاد اسکیل خاصی تو این چیز میزان ندارم. ببینیم حریف کی میفته. عجیبه تو وین پنجم اینقدر صبر بکنی. بتل رم الان نمیزنم، الان میزنم. Yes, let's go. بهترین کار، بهترین روش دفاع همین بود. اگه پکا رو مینداختم پکا قطعاً تلف میشد. تلف میشد بچه‌ها، هیچ کاری هم انجام نمیشد. باتل رام چون باید برای مینیونا یک سری خرج رو کنه، خب نکرد، خیلی هم عالی شد. الان مینیونا کارو در میارن، عالی شد. بندیت
یه دونه نایت 3x سیری تونست یه بربر 5x سیری رو البته منهای 3 ضربه قطعا پکا آخ آخ او مای گاد حیف بندیتمون مف رفت عالی یه فایربال فوق العاده که باعث برد میشه بچه ها اگه فایربال نمی زدم باور کنین معلوم نبود الان چه اتفاقی بیفته شاید با این حمله که قرار بود انجام بگیره شاید تاورمون می رفت بدون هیچ شکی ولی خب تونستیم با یه فایربال زدن به موقع کارو در بیاریم 6 برد 0 باخت عالی بچه این ترکیب رو حتما به همه تون پیشنهاد میکنم که حداقل اسکیل هایی که دارم بهتون میگم و یاد بگیرید ببینید این ترکیب حقیقتا بخوام بهتون بگم پلیر خوبی نداره توی یوتیوب که بخواید برید چنلش رو نگاه بکنین همه هستن ها ولی خوب نیستن واقعا ولی من سعی میکنم همه چی رو بهتون یاد بدم اوکی فایربال هم میتونستم بزنم ولی خب این بهتره نکنید باعث شدم حریف اکسیر خرج بکنه با خیال راحت اگه توجه کرده باشید میخواستم از روپول بندازم ولی به نظرم کار اشتباهی بود میتونست شما بکنه به کاری تنهای من رو ولی الان به نظرم نمیگرسه زب یه زپ فوق العاده عالی همینه فایربال یه دفاع خیلی ترتمیز حتی اینجا هم نداشتم به پشمایی تا برم برسه تمام بچه های مچابه خیلی خیلی ایزی با ترکیب فوق العاده جذاب بریج اسپم
از نسخه پکا بچه واقعا ترکیب خوبیه. من تا قبل اینکه بخوام دوباره به این ترکیب برگردم و تستش بکنم اصلا فکر نمی کردم که انقدر این ترکیب خوب باشه توی این متا، ولی به نظر میرسه ترکیب آنچنان چطوری بهتون میگم آن متایی نبود، یعنی ترکیبی هستش که با پکا بری جسم بتونی حتی قد تا به صد بزنی و سیمو کار آنچنان چیزی هم نکرده. مطمئنم اگه یه خورده ترکیب من همون جوری باشه این سیزن، همون جوری که پکا بریجس بم بود سیزن پیش، یعنی نه خوب نه بد، اگه اون جوری باشه من رنک سیمو رو براتون همین سیزن تکرار خواهم کرد. من 6 سیزن پیش براتون این کار رو انجام دادم دیگه، البته توی این اکانتی که دارم نه، توی اکانت دیگه که اکانت پوش بود که بنم شد اسم اکانتم بهتون گفتم، حتی خیلی هم رفتن چک کردن و دیدن که آقا همین طور بوده. میگم بعد اون دیگه من نتونستم اتاپ 100 بزنم. بچه ها بریم نشه باشیم وین هشتم رو بدون هیچ مشکلی امیدوارانه بگیریم. Let's go. آخ سوتی دادم. دارک بیت ماننده بچه ترکیبش. بله او مای گاد. نایس. هی فوش پکا نرفتش، هی فوش الکترو ویزارد رفت. همینه، لیتس گو بچا. سمت راست هم یه فشار وارد کنیم. همینه دو طرفه شد بچه ها، کارش سخت شد، نمیگم تموم شد. ای وای ریدم اینجا رو. تمرکز بچه ها، تمرکز نیاز دارم. نایت اول پکا. خوبه خوب نیست، عالیه. جمع کردیم بچه ها، نابودش کردم. یعنی واقعا حرکاتم خیلی قشنگ بود تو این بازی. درسته یه جاهایی اشتباه کردم، مخصوصا فایربادی که روی دارک بیت زدم، ولی اونم دلیل داشت، میخواستم هر دو، یعنی هم برلها هم دارک بیت از بین برم، ولی خب شانس من از عقب انداختش. فکر کنم منظورم متوجه شدید. بریم نشاشیم وین نهم رو بدون هیچ مشکلی گراند چالنج رو داریم تکمیل میکنیم براتون. تونسی زب واقعا فایده نداشت بزنیم.
آخ 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 آخ. یه خورده داره سخت پیش میره برامون، ببینیم چی میشه. باید تمرکز کنم. میخوام از پکام یه دسته. آخ لعنت بهش. شیت. ترکیبش سخته بچه ها واقعا. این برای پکاپ ریجس هم سرطان این ترکیب. این بچه ها خوراک انداختن جلوی پکا که ازش محافظت بکنی. دقیقا یه ایمه همچین طوری. پکای دوم. آخ 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 آخ. اوکی. اون مینیون رو نگاه کنی تاور رو زایید. پکا تحت فشار عجیب غریب بچه ها. آی لعنت بهت. بگیرا. شیت شیت شیت. میتونستم واقعا ببرمش بچه ها ولی خب نشد. تمام تلاشم رو گذاشتم. شاید اگه زودتر به زدن فایربال در واقع شروع میکردمش بچه ها میبردم، چون با دوتا فایربال زدن کار تمام میشد. بچه ها تا دادتون بخواد با پویزن از همون جون گرفت و این تنها اشتباه ما بود که از فایربالمون زیاد استفاده نکردیم. او باید تمرکزم بچه بیشتر بکنم، نباید دیگه باخت بدم اصلا. برو بریم.
اوکی. سمت راست و سمت راست و جان اگه اون مینیونو نمیزدم قطعا اسنوبالو برای سمت راست میزد و اینقدر دمیج به تابلش وارد نمیشد. این قطعا همین طوریه که میگم. عالی. سمت راست و دارم اسپم میکنم بچه ها، به 9 روش سامورایی چیزش کردم. ولی این دفعه باید پکار بنزم بچه ها از جلو. اوکی. همینه. Let's go. تمام. یه مچاپ فوق العاده. عالی بچه ها. نهمین برد رو تونستیم بگیریم. بریم داشته باشیم دهمی. امیدوارم که راحت پیش بره. Let's go. یه مچاپ خوب میخوام ها. تی بگ، ترکیب تی بگه. میشه زد این ترکیب رو بچه ها. واقعا مچاب 60-40 به نفع من. حتی برای بندیت هم باید دفاع بندازه. بله که گرفت رو تاور. زمان پیکا. ببینید بتل رام باید همیشه از سمت مخالف انداخت توی همچین شرایطی. Let's go. آخ بد زدم نایتو بد زدم. یه ضربه وارد شد. پکا It's time. البته اول دفاع این ستا. یه دفاع کلین راحت.
بچه نابود شدن به این میگن ها، این که حریف رو بتونید دو طرفه بکنیم. برای هر ترکیب این موضوع صدق میکنه، مخصوصا تو ترکیبای بریج اسپم و دابل پرینس. واقعا توی دابل پرینس که خودتون میدونید دیگه، با پرینس ها میتونید دو طرف انجام بدید. توی پکا بریج اسپم پکا سمت چپ مثلا باشه یا راست، و کارت های دیگر از سمت مخالفش بندازه. اینجوری دو طرفه میشه حریف، اصلا نمیدونه باید چیکار بکنه. Let's go. تو دو بتل بیشتر نمونده، بریم که این قاعده رو خاتمه بدیم. واقعا بتل خیلی جذابی دیدیم بچه ها، از حق نگذریم. میگرن چند چه کاملا سطح بالا بود. Let's go. نمیدونم کارم درست بود یا نه. خب لاواه، مشخصا لاوا ترکیب راکانه، همون نسخه‌ای که راکان بازی میکنه یا نسخه دامنیک، بالاخره یک کدوم ایناست. بچه ها این فکر میکنم رویال جاینت باشه، ولی خب چطور ممکنه که اسکل دراغون داره؟ آها این ترکیب ایسفه، ایسفه وال بریکر داره این ترکیب. همون دوباره یه کارت دیگه میندازه. نه این همونه، همون وال بریکر است که ایسف ساخت. بله حدسش رو میزدم. خب این ترکیب تنها مشکلش که میتونه برامون اذیت کننده باشه برابر اولوشنه که الان داره، یعنی کارتا رو سایکل بکنه برابر اولوشنش اومده، بعد حواسمون شیشتونگ باشه. Let's focus. فاک. اوه مای گاد. What the fuck. این دیگه چه سرطانی بود آخه، یعنی هیچ جوره نمیشد اینو گرفت بچه ها جداش رو، هیچ جوره. بچه ها میخوام دو بتل آخر را کاملا فوکوس بکنم و هیچ حرفی نزنم تا ببینیم چی میشه. برو بریم. دوباره همون سرطانه، یعنی وای این یکیه. Thank you.
اوکی گرفت رو تاور. باید نایت ایوالوشن رو پلی بدیم. نباید به این ترکیب رحم کنم بچه ها، چون میدونم چقدر میتونه درنم سرویس بکنه. اوکی ببینید دو طرفه کردمش نفهمید از کجا خورده. خودمونیم جوری دو طرفه شد که نفهمید چجوری خورد. نوش جانش البته. این ترکیب بچه ها پتانسیل بی ام کردن من رو داره. ببرم دهنش سرویسه. وای شیت بچه ها شیت حیف شد واقعا. استحقاق این شکست رو نداشتم واقعا. اصلا فکر نمی کردم از وین هشتم بخوام اینقدر باختای بد داشته باشم. حیف شد حیف شد حیف شد واقعا حیف شد. امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت سابسکرایبتون نره. نمیدونم والا چی بگم. مچاپا رو نگاه بکنید دیگه خودتون. واقعا مچاپای عجیب سختی بود این دو تا آخریه. اگه ویدیو ریاکت من که 1 ساعت و 20 دقیقه بود رو نگاه کرده باشین، خود سیمو هم به این ترکیب باخت هم به این ترکیب توی 3 ساعت آخر سیزن. یعنی هر دو مچاپ یکی از سخت‌ترین مچاپ‌های ممکن برای پیکا بریجسمن بود که واقعا هر دو رو میتونستم ببرم. حالا این یکی نه، ولی این یکی رو چرا؟ این یکی من واقعا بهتون میگم، این اولی رو دارم میگم، اشتباهات خودم به علاوه نو اسکیل بودن ترکیب، نو اسکیل بودن حریف به نظر من باعث شد که نتونیم این بود رو داشته باشیم. اشکال نداره بچه‌ها، فدا سرتون. ویدیوهای خیلی خفن بچه‌ها بهتون بگم، راکان لاوا هست که به سافایی بخواییم بزنیم، سیمو بی ان هست با همین ترکیب، من با ترکیب هستیم، سیمو هم با این ترکیب میخواد بازی بکنه، هر 5 تا بتل که احتمالا باشه، و یه به سافایی هم احتمالا با علی کیلر بریم که بچه‌ها بتره کنیم دیگه. با بهترین ها قراره به سافایی بزنیم که حالش رو ببرید واقعا. گراند چالنج هم بچه ها دیگه سعی میکنم دفعه بعدی بهترین ترکیب حال حاضر رو انتخاب بکنم که کارمون سخت نشه، چون میدونم ترکیب ووتاب انتخاب بکنم خیلی کارم راحت تره نسبت به بریج اسپام. بریج اسپام ترکیب خوبیه ولی نه در مقابل بعضی از مچاپ ها. خود سیمو ببینید، برید نگاه کنید چیزشو، بتل آخرش رو، مطمئن باشید که سیمو
از 10 تا بتلی که مثلا به این ترکیب اول خورده باشه یه دونه‌شو زده. من چون متروپوشو همه رو میبینم، امیدوارم این ویدیو خوش اومده باشه دیگه. لایک کامنت سابسکرایبتون نره فعلا.